وزیر ورزش و جوانان ممنوعیت فعالیت بدنسازی زنان را انکار کرد. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ممنوعیت فعالیت زنان در رشته بدنسازی را انکار کرد و گفت ممنوعیتی وجود ندارد و معاون من در امور ورزش بانوان در حال آماده سازی مجوز است وزیر ورزش و جوانان در حال این ادعا را مطرح کرد که محمد تباتبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نامه خطاب به رئیس هیئت بدنسازی این استان اعلام کرده بود هر گونه فعالیت زنان در رشته بدنسازی ممنوع است حسین زیبایی معاون او نیز تایید کرد که این موضوع به استان اصفهان محدود نیست و وزارت ورزش و جوانان به کل کشور ابلاغ کرده پس از انتشار این خبر مریم کازمی پور معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد فعالیت های زنان در رشته بدنسازی به دلیل نبود مجوزهای قطعی و نهایی متوقف شده گفته های کازمی پور نشان داد توقف فعالیت بدنسازی زنان با تصمیم معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش اجرایی شده با این حال حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در واکنش به خبر ممنوعیت زنان در رشته بدنسازی مدعی شده هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. سجادی در گفتگوی اخیر خود با صدا و سیما گفته من از معاون ورزش زنان هم سوال کردم و پیگیر این قضیه بودم. یک سری از رشته های ورزشی برای زنان در فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی شروع به کار کرده بود که هنوز برای زنان مجوز و دستورالعمل های لازم را کسب نکرده بود. دارند کار میکنند. بر اساس اعلام وزیر ورزش و جوانان معاونت ورزش زنان با هماهنگی فدراسیون بدنسازی به این نتیجه رسیدند که رشته های ورزشی بدنسازی ابتدا رسما استاندارد شوند و بعد مجوز فعالیت آنها صادر شود. پیشتر مریم کاظمی پور معاون او نیز گفته بود پس از بررسی های تخصصی رشته های مصوب به صورت قانونی ابلاغ می شوند. به گفته او مراجع زیصلاح نیز با رشته های غیرقانونی و زیرزمینی برخورد خواهند کرد. کازمی پور درباره معیار غیرقانونی اعلام شدن رشته های ورزشی توضیح بیشتری نداد اما گفت در سه ماهی که به عنوان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان حضور دارم گزارش های مبتنی بر فعالیت برخی رشته های و زیرزمینی و به تبع آن بروز رفتارهای پرخطر و تزریق مکمل های غیر مجاز دریافت کردم برای سلامت بانوان خطر جدی ایجاد کرده معاون وزیر ورزش و جوانان مدعی شده بود فعالیت زنان در رشته بدنسازی به منظور سیانت از حریم بانوان متوقف شده اما فعالان و کنشگران مدنی و حقوق زنان میگویند حکومت ایران بدنسازی را برای زنان ممنوع اعلام کرده چون نمیخواهد زنان احساس قدرت کنند وجودی یکی از منتقدان رژیم آخوندی که در آلمان زندگی می کند در همین زمینه به اورشلیم پست گفته قدرت یافتن زنان برای رژیم آخوندی ایران خطرناک است و به همین دلیل سال هاست که از هجاب به عنوان ابزاری برای سرکوب زنان استفاده می کند. او با بیان اینکه حکومت ایران با ایدئولوژی زن ستیز بنا نهاده شده افزود حکومت ایران سرکوب جامعه را از زنان آغاز کرده زنان ایرانی از سال 58 تا کنون برای حقوق خود بهای سنگینی پرداختند به آنها ظلم شده و آزار و اذیت شدند و از دستیابی به حقوق خود محروم ماندند اما همچنان می‌جنگند پره اصلا جا ندارن کجا خرج بکنن بعدی که خوب افتادن به اختلاس فقط بانک ها را خالی می کنند و هیچ یک از اختلاسگران پول ملی و مملکت را بر نگردن و تعالی. ما این حیرانیم چرا؟ این پول اختلاس بشه از بانک از بانک این آقا از کره خاکی مگر خارج میره چطور؟ افراد دیگری که در امور سیاسی جنایت می کنند آنها در گوشه گوشه کشور دستگیر میشن و آورده میشن اینها پول های کشور را ملت را بر میدارن فرار میکنن فلان کشور میره نمیتوانیم بگیری ما همه چیز را مردم میدانن همه چیز را مردم فهمیدند و میفهمند ولی مردم صبر کرده ما الحمدلله نمیخوایم ناامنی بشه نمیخوایم قوقا بکنی نمیخوایم مردم تو خیابان بیان در خیابان بیان و شورش بکنن اما صبر هم حدی داره و خیشتنداری مردم هم حدی دارد بالانشینان مسئولین واقعا چاره بکنن همین ملت خمینی گفته که شما را ملت آورده سر کار به این ملت رسیدگی بکنید این حرفی که خمینی زده گفت نکنید که ملت پشت بکنند به شما آن روز نیاید که ملت پشت بکنند به شما ملت چطور در انتخابات آمدن چطور رأی دادن چطور در تمام صحنه ها ملت می آین؟ پاسخ پاسخی ملت گلوله نیست تانک و گاز آشکاوه رو و تیر و تفنگ نیست پاسخ این ملت خواسته مشروع ملت چیزی دیده خواستم گفتم معیشت ما را درست کن نان ما را به ما بده نان داشته باشی الان کی میتواند یه ساختمان برای پسرش برای فرزندش بسازه انصافا بلند بشه یک نفر بگوید من میتوانم میلیارد از میلیارد کسی بخواد چهار اتاق بمنده باید یه میلیارد دو میلیارد طول داشته باشه خب این جوانان ازدواج بکنن این جوانان زندگی میخوان خانه میخوان کجا برن از کجا خانه بسازن آقای رئیسی الان شما مسئولی الان چه هنری دارید هر هنری دارید بکن برای مردم و مردم را از بیچارگی و از فقر و گرسنگی برهان جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت پرزیدنت بایدن به گفته های ابراهیم رئیسی در مورد محاکمه دونالد ترامپ بابت نقش او در حذف فیزیکی قاسم سلیمانی گفت من هیچ نظر مستقیمی در مورد نظرات او ندارم باید توجه داشته باشیم که او سیاست های خاص خود و مخاطبان خاص خود را دارد و مانند بسیاری از سران در سایر کشورها با آنها صحبت می او در پاسخ به بخش دیگر پرسش که در مورد تاثیر سخنان رئیسی بر مذاکرات جاری احیای برجام در وین بود گفت هفته گذشته پیشرفت نسبتا کمی در مذاکرات حاصل شد و ما امیدواریم که این هفته بر اساس آن پیشرفت ها شتاب بیشتری را شاهد باشیم آنچه واضح هست این است که اگر به زودی به تفاهمی در مورد بازگشت متقابل به پایبندی با توجه به اقدامات شتابان هسته‌ای کنونی ایران نرسیم توافق برجام توهی خواهد شد. رئیسی روز دوشنبه در سخنرانی به مناسبت دومین سال مرگ سلیمانی و ابو مهدی المهندس از رهبران سابق شبه نظامیان عراقی متحد تهران خواستار برگزاری یک دادگاه عادل برای محاکمه مقامات دولت پیشین آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و مایک پومپو وزیر خارجه دولت او شده و گفته بود که آنها باید جواب پس بدهند و حکم خدا در مورد آنها جاری شود رئیسی به دولت مردان آمریکا گفت در صورت عدم برگزاری چنین دادگاهی با امت ایران طرف خواهید شد درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید